نیازت رو به سمت امام زمان بلند کن و بگو ابن الحسن آقا جان یه ذره از اون معرفت و عشقی که تو به خدا داری امشب به ما عنایت میکنی. بچه ها امشب ما رو بال ملائکه هستیم و امشب یه شبیه که دیدید بعضی ها میگن آقا آقای بهجت یک لحظه تیه طریق داشت مثلا از یه جا به یه جایی میرفت. آره آقای بهجت اینجوری بود تیه طریق و میشه در یک چشم به هم زدن یه مسیر رو تیه کرد. من میگم آقا اون یک چشم به هم زدن و یک مسیر طولانی رو تیه کردن شبهای قدر، شبهای قدر نفس شما برابر با بالغ بر 30,000 شبه، 30,000 نفس پاک. بابا خیلی قدر ایسات رو بدان، خیلی یه جوری این لحظات رو زمزمه کن با خدا، گویا واقعا شاید آخرین شب قدر تمام عمرت باشه. شاید یه جوری زمزمه بکن، شاید واقعا دیگه فرصت نکنی، شاید دیگه واقعا عمر اجازه نده یه بار دیگه بیای یه شب 23 دیگری. جالبه خیلی از چیزها و خیلی از موارد رو ما داریم، اونایی که از دنیا رفتن حسرت میخورن. یکیش همین محافله، نگاه میکنن وقتی میبینن شما در این حالات خصوصا در این کشور الان هر جا میتوانستی باشی اما یهو چی شد؟ خودت هم باور کن شاید خیلی باورت نمیشد اینجوری خدا در مرکز کفر مثلا دستت رو بگیره بیاره یه شرایطی رو فراهم بکنه. بیایی در خانه خودش، در خانه خودش میگه سبحانک یا لا اله الا انت. تسبیح خیلی عجیبه دوستان. چرا خدا رو تسبیح میکنید؟ اصلا معنای سبحانک یعنی چی؟ معنای سبحان الله یعنی چی؟ بذار امشب یه نکته ای رو بگم خدمت شما. ببینید در نماز قفیله وقتی میخوانید که وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك، خدای جز تو نیست. سبحانک رو بعد انتهاش میفرماید که اون وقت ما یونس رو نجات دادیم، ذنون یونس نجاتش دادیم و همچنین هر کی اینجوری با ما حرف بزنه نجاتش میدیم. یعنی چی این تسبیح؟ یعنی چی این سبحانک؟ یعنی این خدایا تو در حق من از همه چیز عنایت کردی. دوستان چقدر قشنگ حسین ابن علی در دعای عرفه دارد، خدایا آن چه که لازم است به من دادی، سبحانک تو پاک و منزهی اینی کنتو من الظالمین. خدای منم که بد کردم. خدا رحمت کنه میرزا جواد ملکی تبریزی رو، میفرمون چقدر خوبه که این دعا رو زیاد بخونید در سجده شبها، لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین. تا یونس همچه حرفی رو زد فستجب ناله، دست یونس رو گرفتی. بذار یه چیزی بگم در این دل شب 23 ماه مبارک رمضان، بعد از زبان استاد ما آقای وحید بگم خدمت شما. آقای وحید میفرمود که نگاه بکنید حضرت یونس یک بار گفت لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین، چجور خدا دستش رو گرفت. اما نگاه بکنید حسین زهرا در روز عرفه چجوری ناله میزنن، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دقیقا همین جملات در دعای عرفه است. اما یونس همین یک دانه رو داشت، انی کنت من الظالمین. حالا ببین حسین ابن علی چه میگوید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المسبحين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المهللين، لا اله الا انت. چقدر زیبا بیان داره. همینه که به تعبیر خیلی از بزرگان حسین ابن علی در دعای عرفه گرفت شهادت خودش رو و امضاء شهادت خودش. دوستان تسبیح یعنی همین، تسبیح به معنی تقدیس، تسبیح به معنی اینه که خدایا تو همه چیز رو به من دادی،
همه چیز رو دادی و به کله ها عصایی تو، اما من با همه معصیت کردم. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. دوستان اگر امشب برای خودت کاری نکنی، به خدا شب تدبر و شب تفکر، خیلی شاید دیر بشه. از میرزا جواد ملکی تبریزی پرسیدن آقا بالاترین عمل در لیلت القدر چیه؟ فرمود یه گوشه بنشین، یه تفکری بکن، یه نگاهی به دست راستت بینداز. وقتی به دست راستت نگاه کردی، بعد به اعمالت فکر کردی، بعد بگو که آی خودم، آیا نامه اعمالت رو روز قیامت به دست راستت میدن؟ بعد بگو والله فکر نکن. بعد میرزا جواد میگه یه نگاه به دست چپت بینداز، بعد بگو آیا با حسینی این همه جنایت، این همه گناه، این همه ظلم در برابر امام زمان و خدا، یعنی تو جز کسایی هستی که نامه اعمالت رو به دست چپت میدن؟ بعد میرزا جواد میگه گردنت رو کج بگیر، بگو آره من جز همونهایی هم که نامه عملم رو به دست چپم میدن. بعد میرزا میگه بیاد اون آیه بیفت، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیریدش به زنجیر بکشیدش، ثم الجحیم صلوه، به سمت آتش جهنم پرتابش بکنی. بعد میرزا جواد میگه در اوجی است اینها رو بگو. بعد یک باره بگو الهی گر بدم اما تو خوبی، یقین دارم که ستار العیوبی. خدایا الهی خدایا هرچی هم بد باشم، گر بار گناه ماست کشتی غم نیست، که رحمت تو دریاست. هرچی هم بد باشم خدایا تو کریمی. مرحوم از امام سجاد علیه السلام وقتی از شبلی میپرسد، شبلی رفتی مکه مکرمه؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. آیا طواف خانه خدا رو کردی؟ بله ابن رسول الله. آیا سعی صفا و مروه رو رفتی؟ انشالله خدا همین امسال قسمتت کنه. بله ابن رسول الله. فرمود چرا این سعی بین صفا و مروه، بین صفا و مروه 7 بار هی قدم میزنیم؟ تا حالا فکر کردی شبلی؟ عرض کرد نه ابن رسول الله. پس تو نرفتی، نکردی، نفهمیدی. گفت آقا چیه، شما فلسفهش رو بگو. گفت حاجی میدونی چرا بین صفا و مروه سعی میکند و قدم میزند؟ نه، برای چی؟ حضرت فرمود هر قدمی که تو میزنی بیاد گناهانت میفتی، قدم دوم بیاد رحمت خدا، قدم سوم گناهان، باز رحمت، باز گناهان، بازم رحمت. خدایا امشب آمدیم در خانه تو بگیم پروردگارا هر چقدرم بدم اما اونقدر تو کریمی، اونقدر تو بزرگی. گفت یکی از علمای قم تعریف میکرد، میگفت پسرم خیلی اذیت کرد یه شب ما رو، خیلی. گفت من این پسر رو خواستم تنبیه کنم، از خونه انداختم بیرون. گفتم برو گم شد. گفت به محضی که این رو از خونه انداختم بیرون، بعد خانومم یعنی مادر این پسر گفت انگار دل تو دلش نبود و هی ناراحت و هی نگران، گفت پسر رفت بیرون با رفقا بازی، مشغول بالاخره گشت و گذار و اینها، تا نزدیکی های مغرب شد پسره با خودش گفت خب خیلی خوب، الان رفقا همه دارن میرن خونه های خودشون، رفتن، من چی کار بکنم؟ آیا جز در خانه خودم جای دیگری دارم؟ گفت نزدیک غروب که شد پسر برگشت، هنوز بر نگشته دیدم مادرش، یعنی خانمم، مادرش دل تو دلش نیست، هی میره دم در، هی میگه پسرم، هی میره دم در، هی میگه عزیز دلم. پسر آمد هنوز در نزده، خانمم در رو باز کرد، پسرم رو بغل گرفت برد. جالب هر شب، خوب این داستان رو دقت کنید، هر شب اتاقش خواب بود، اون شب پسرم رو برد کنارش، پهلویش، هی نازش میداد. که من این صحنه رو دیدم،
شروع کردم زار زار گریه کردم، گفتم خدایا تو که از هزاران مادر مهربان تری، انا العبد العابق، من همون بنده فراری تو هم. خدایا دیدم تا یه زمانی، تا یه جایی، تا یه لحظاتی، بالاخره جوانی کردم، بالاخره اون هوس، بالاخره اون شهوت، بالاخره اون غرور هی من رو فریب داد، هی من رو بازی داد، هی با رفقا مشغول شدم، اما آخر کار دیدم همه دارن به یه سمت و سوی میرون و من جز در خانه تو جایی ندارم. خدایا الان برگشتم، خدایا نادمم، خدایا شرمسارم، خدایا خودت وعده دادی اگر برگردی کمکت میکنم، خودت فرمودی بازا بازا هر آن که هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. خدایا من همون توبه شکنت سال پیشم، یادته همچه شبهایی با تو عهد بستم و عهد بستم اما دوباره عهد خودم رو شکستم. دوستانم شب شب تجدید عهد با خداست، شب امام زمانه. یه گردنی کج کنم شب در خانه امام زمان، بگو ابن الحسن تو را به جان عمو جانت عباس، تو را به جان مادرت زهرا، تو را به جان عمه جانت زینب کبرا، تو را به فرق شکافته حضرت امیر. بابا چرا اینقدر قسم میخوری؟ به خدا نخورم چه کنم، به بنبست به شما کاری ندارم، به جان خود امام زمان به بنبست رسیده. به خدا اینقدر ایبار گناه اینقدر آلوده کرده ما رو، اینقدر خودم رو دارم میگه ابن الحسن پسر فاطمه عزیز دل زهرا، حتما امشب کربلایی چون شب زیارتی مخصوص جد غریبت ابا عبدالله. اما آقا یه نگاهی به این مجلس خیلی ساده و بیریایی ما میکنی. آب شد قلب من از سوز جدایی، شاید یک دعا، یک سوز دل در امر فرج امام زمان اثر بکنه. بگو آقا ابن الحسن دارم در استرالیا تو رو صدا میزنم. باورت میشد یه روزی اینجا فریاد یا صاحب از زمان رو سر بدی؟ آقا یا آب شد قلب من از سوز جدایی، برگرد دیده گریان تو ام تا تو بیایی، برگرد. همچه زمزمه کنیم با آقا یه جوری انگار خیلی شرمنده آقایی. آقا تو به من بال بده تا بپرم سوی خدا، تو به من بال بده تا بپرم سوی خدا، ای نگاهت سحر سبز رهایی، برگرد آقا عزیز دل زهرا. خیلی این نامو امام زمان دوست داره، بهش بگی
يوسف زهرة يا ابن الزهرة. آیا باز هم حس کردی امشب چه خبره؟ باز هم عالم و آدم شده مهمان خدا، صاحب سفره امشب کجایی برگرد؟ آقا 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 آقا، هرچه بدن هرچه گناه کردم و روی سیاهی دارم آقا، اما یه چیزی بگم، با همه بدی ها دل دارم آقا، دوست دارم که شبی با تو مناجات کنم. ای صفا بخشترین ذکر خدایی برگرد یا ابن هیچی ندارم آقا، هر کاری میخوایی بکنی در حق من آزادی، میخوایی امشب شکایتمو بکنی پیش خدا، اصلا چی کارم انتقاد کنم؟ مگه من چی کردم با تو؟ ببخشا دوستان، به خودم میگم، مگه من چی کردم با تو که تو امشب برام کاری بکنی؟ اما عزیز دل زهرا، هی دارم نام مادرتو میارم، عزیز دل زهرا، دلم خونه به خدا، دلم خونه، دلم خونه. شب 19 ای میگفتم بذار، شب 21 بیشتر ناله میزنم، شب 21 امیدم به امشب بود آقا، میبینی بدبختی من آقا، میبینی چقدر زمین گیر شدم آقا، میبینی چقدر گناه قلب من و سیاه، دارن این سفره رو جمع میکنم. بذار یه قسمم تو رو بدم، این همه قسم امام زمان رو دادم، تو را به جان مادر ما زهرا یه کاری کنید امشب، خیلی دور دیر میشه به خدا. هرچی سنم بالا رفت از تو جدا شدم آقا، آقا جان، آقا آقا، میدونم
میشه واسم خودمو ببخشید دوستان ببخشید اینجا ای به تو قول و قرار میدم اما دو روز نمیگذره دوباره یادم میرود آقا میخوام امشب یک نگاه کرد حسین ابن علی به هر یک نگاه به من دوستان اونایی که رفتید کربلا رفتید دیدید داخل قبر پیر غلام حسین رو ملاحظه کردید حبیب یه جمله ای رو قبر حبیب از حسین ابن علی او جمله اینه حبیب بیا منتظرت بیا امام زمان خاک بر سرم اصلا من کجا می حرفا رو بزنم اما آقا امشب ببخش آقا یه مقدار توقع هم بالا رفته بگم آقا یه نامه بزن به من آقا آقا یعنی خدا دوستان باور کنید به جان زهرا قسم به والله قسم امشب خیلی وضعم ناجور خیلی دلم شکسته به خدا دارم میگم ابن الحسن انقدر از فاصله گرفته حتی امشب هم ای میخوام حست کنم نمیکنم آقا آقا یوسف زهرا امام زمان میدانم دلت خونه نمیدانم کجا ببرم امشب شما رو که امام زمان یه جوری نالاتو بشنم یه جوری عشقاتو ببینم امشب بگه خدا 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 امام زمان امشب بگیرید و خدا دیدی گفتم بر میگرده دیدی برگشت شیعه من نگاه کن چی نگاه کن چی جوری داره داری زده برای کنانی خدا دیدی گفتم بر میگرده ای قاری قرآن من از نوکنی قرآن بکن میشه عنایت نکنه الله اکبر بعدی از شعرهات خوغایی خوغا آماده ای یه چیزی بگم دل امام زمان تکان بخوره دل آقا که تکان بخوره دل تو هم تکان میکنه گفت یا الله گفت سری به نیزه دیدم داره زینب عدیبار سخن میگویه الان رسوا کنه ابن زیادو ببرید زینب رو آرام کنید
آثاري بليزة بلند در مقابل غیر خدا کند که نباشه سر برادر زیر خدا کند که نباشه سر برادر زینب یک وقت دیدن عقیله بنی هاشم خیره خیره در نگاه میکنه ای قاریه قرآن من از نوکنه قرآن بخواد دوری مکن از محمل دست نازنین امام زمان رو سرت نشسته امشب شب گرفتن امضا یه جوری ناله بزن زینب ناله زن یه جوری ناله بزن زینب ناله زن اما یه کاری بکن شبا یه ابن زهرا رو بگو هم حسین رو مورد خطاب قرار بده هم امام زمان اما یک کاری تو رو خدا جان امام زمان حتما هر جوری ممکنه ای اشک تو امشب جاری کن با هر یبن از زهرایی که میگی گناهانتم در نظر بگی یبن از زهرا Yeah, I'm not sorry.
امام تو به نام مادرش داری صدا حاشا و کرمش نگاه نکنه دوستان به خدای حالی که پیدا شد عجیبا بلا امام آمده همین جا که دارت بگو عزیز دلم چی میخوای بگی تو رو خدا دیگه نزار بر من یا خدا دامنش رو بگیر دامنش رو نکن هرچی داری چی داری خودت یه تعمل یه تفکر یه چند لحظه با حضرت حرف بزن چون از آداب امشب اگر دقتم بکنید از آداب امشب فقط بیشترینش توجه به امام زمانه و فقط باید تو باشی و امام زمان هر چی داری در ذهنت باید بگذار چند لحظه من سکوت میکنم بگو باهاش حرف بزن ازش عذرخواهی میخوای بکنی نمیدونم قول میخوای بدی نمیدونم حاجت میخوای ازش بگیری نمیدونم من یکی که اصلا فقط همینجد میخوام بگم افوان سیدی و مولای آقا یبن الحسن من به اینا کاری ندارم فقط میخوام بهت بگم یک کاری بکن با آورد بازی نکنو قربونه قریبی را قربونه قریبی را Allah'a emanet olun.
دست یه نگاه بکنم به ازدهای من دارم آقا اینجا بر من تحت دستایی برد نمونم آقا شما خدا به حق جد نما بگذار چه تقاضا دارم خواهشم تو رو به این لحظاتی که این همه الحمدلله دلها زلال شد یه تقاضا اون تقاضام اینه هر چه هر ناراحتی هر خدایی نکرده دلخوری کینه ای از کسی داری امشب همه رو حلال کن اونی که در حقت بد کرده حلال کن اونی که غیبتت کرده حلال کن اونی که حقت رو خورده حلال کن از همه بگذر انشاءالله خدا از تو بگذره دلت رو پاک کن دلت رو زلال کن آقا تو رد کنی کجا بری بابا من از اینجا جای دیگه رو بلد نیست خدا از ما بگذره یکی از بچه های ایرانی که غریبانه از دنیا رفته الان سرخانه است لحظاتی که خیلی حال خوشی دارید یه حمد سوره قبل از اعمال برای ایشون بخونید قرآن ها رو مقابل صورت بگیرید اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار هر حاجتی که داری ماشاءالله
بده مامان. حالا کاری تو شما ندارم، حالا با تدبر و با تفکر میخوام بگم. شما آمین بگید. ببخشید دلهای شما پاک الان زلال. من یه دعا برای خودم میخوام بکنم. بزرگوارانه کریمانه آمین بگید. خدایا تو رو به حرمت امشب، اگه قرار از این به بعد باز با آبروی امام زمان بازی بکنم، خدایا مرگ من رو برسن. آمین. قرآن ها رو بر سر بگذاری، اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك من الله. خدا رو به حق خودش قسم بده الهی به که یا الله صدیقه طاهره. روایتی را جابر نقل میکنه از امیر مؤمنان، میفرماید یه روزی فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار بابا بود، عرض داشت یا ابتا یوم القاک یوم الفزع الاکبر، بابا روز قیامت کجا ملاقاتت کنم؟ خیلی روایت پر مغز و پر معنا. فرمود دخترم قال یا فاطمه القینی عند باب الجنه، کنار در بهش. تعبیر لطیفه، نفرمود بهش، کنار در بهش منو میبینی؟ اونجا می ایستم میگم خدا تا امتم وارد نشه منم نمیرم.
قالت يا أبتاه وإن لم ألقك هناك بابا اگه اینجا نبودی کجا ببینمت قال يا فاطمة ألقيني عند الحوض وأنا أسقى أمتي میرم کنار حوض کوثر می ایستم و امتم و سیراب می کنم قالت یا ابتا و الم القك هناك بابا اگه این دو جا نبودی کجا ببینمت قال یا فاطمه القيني عند الميزان و انا اقول رب سلم امتی میرم کنار دادگاه عدل خدا میست میگم خدا با امتم مدارا کن قالت و الم القك هناك بانوی زهرا به خدا ببین چی جوری داره از پدر وعده میگیره و قول میگیره بابا اگه این سه جا نبودی کجا ببینم قال یا فاطمه القيني عند الصراط و انا اقول رب سلم امتی کنار پل صراط می ایستم دست امت خودم رو میگیرم حالا بگم و این تو و اینم زهرا و اینم بابای زهرا و اینم شوهر زهرا بسم الله هر کاری میخوای بکنی با دلت حرف داری مناجات میخوای بکنی و زمزمه میخوای بکنی با دلت و با مادرت زهرا بسم الله یه وقت صدا زد بابا اگه این چند جا نبودی کجا ببینم فریاد پیغمبر خدا بلند شد صدا زد یا فاطمه اگه این جا نبودم القینی عند زفیر جهنم میرم کنار در جهنم میستم تو هم باید کمکم کنی محاسنم رو به دستم میگیرم میگم خدا ای امت من طاقت عذاب تو رو ندارم الهی به فاطمتم بالحسن 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 إلهي بالحسين إلهي بعلي ابن الحسين Say it.
علي ابن الحسين إلهي بمحمد ابن علي 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 إلهي بجعفر ابن محمد 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 جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد إلهي بموسى بن جعفر 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 موسى بن جعفر موسى بن جعفر موسى بن جعفر خدا یطرا به حرمت علی ابن موسى رضا آینایی که دلت پر میزنه در حرم آقا به خدا خیلی حرف گفتن اگر امام رضا رو به جان جوادش قسم بدی محال آقا عنایت نکنه چند وقت حرم امام رضا خیلی عجیبه این سالهایی که تجربه من کردم یکی از شبهایی که خیلی حرم امام رضا حتما غوغاز ساجت میده شب بلادت جواد و احمد آقا امام رضا ترا به جان جوادت یه نگاهی کن به ما یه سفارشی کن نزد فرزند نازنین امام زمان الهی به علی ابن موسی الهی به محمد ابن علی خدا یا ترا به حرمت و غربت و مظلومیت امام هادی الهی به علی ابن محمد به علی ابن محمد آقا امام عسکری شما عنایت کن شما سفارش ما رو به فرزندت کن
إلهي بحسن ابن علي بحسن ابن علي آقا امام زمان شب گرفتن مزد شب گرفتن امضا وای با عالمم اگه امضا نتوانم بگیرم امشب ساعتی بیشتر نمونده تا لحظه طلوع آقا شبا با عشق چشام آخده ی دل با می کنم شبا با عشق چشام آخده ی دل با می کنم بیاد جمال تو ماه و تماشا می کنم آقا ماه من بیا بیرون تا که به قربونت بشم صاحب من بیا بیا صاحب من بیا بیا صاحب من بیا بیا صاحب من بیا بیا الهی بالحجت بسم الله العظيم الأعظم وبفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله خدایا امام زمان ما را برسان قلب نازنینش از ما مرنجا خدایا امشب پرونده معطری از ما با امضایش کامل بفرما خدایا توفیق یاریش به همه ما عنایت بگردان خود ما، خانواده ما، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما، از دامان پرفیض او جدا مگردان الهی آمین خدایا، 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 هذه بضاعتنا ردت الینا میدانیم خیلی بار گناه ما زیاد بود، کاری نکردیم اما به جان خودت قسم در دل غوغایی داریم خدایا تو رو با حرمت امام زمان توفیق ترک معاصی و گناه به همه ما کرامت بفرما الهی آمین اراده های ما در ترک گناه و انجام عبودیت خودت مستحکم بدار الهی آمین خدایا خدایا شب گرفتن مزد و حاجت است آنچه خودت در حق ما صلاح میدانی همان رو در حق ما اعمال بفرما الهی آمین بار پروردگارا خیلی التماس دعا گفته مریضانی که خیلی وضع خراب و نامناسبی دارند و بارها از جاهای مختلف تلفن زدند خدایا
همه مریضان، مریضتر از همه خودم، هم مریض گناهم، آلوده و اسیر گناهم. خدایا همه ما شفا عنایت بفرما. خدایا جوانانی که ازدواج نکردن، موانع ازدواج اصیل و ایمانی اونها برطرف بگردن. اونایی که ازدواج کردند و فرزندی ندارن، فرزندان صالح و صالحه به اونها کرامت بفرما. خدایا تو را به حرمت امام زمان و خانواده هایی که به گومگوی فامیلی و گرفتاری های زن و شوهری دارن، خدایا خانواده اینها پر از نور و محبت بگردان. توفیق ترک گناه به جوانان ما، به فرزندان ما کرامت بفرما. خدایا همه اونهایی که از دنیا رفتن، ای عزیزی که یاد شد، و همه گذشتگان، گذشتگان بنده، گذشتگان تک تک شما، گذشتگان همه مسلمانان، اصلا تو کریمی، گذشتگان همه ادیان، اونایی که قبلها قبل از اسلام بر ادیان توحیدی دیگه استوار بودند و محکم بودند و مؤمن بودند و از یادها رفتند، همه رو بار پروردگارا امشب بر سفره با کرامت خودت مهمان و متنعم بگردان. امنیت و عدالت در همه ممالک اسلامی و غیر اسلامی مستقر بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الاخلاص والصلوات.